دوستان عزیز، در این ویدیو میخوام بپردازم به ساختار و امکانات میدی افکت رک. همونجوری که تا الان متوجه شدید، ما در هر کدوم از این دسته ها، یعنی در اینسترومنت ها اینسترومنت رک داشتیم، آدیو افکت رک داشتیم و نهایتا اینجا میدی افکت رک، که دیگه با تعریف رک هم قطعا آشنا شدید. رک یعنی یک مجموعه، مثلا یک باکسی که میتونیم از سری سازها، پردازشگرها یا افکت‌های مرتبط با هم یک به اصطلاح ساختاری رو به وجود بیاریم که اینها از نظر کابل کشی و ارتباطات با هم کانکت باشن. و ببینیم که حالا چه امکاناتی رو میدی افکت رک در اختیار ما قرار میده. شما زمانی که میدی افکت رک رو باز می‌کنید، مثل مابقی رک‌ها میبینید که یک قسمتی تحت عنوان مایکرو داره، یک قسمتی در مورد چین لیستش هست و نهایتاً قسمتی که قراره اون افکت رو نمایش بده. حالا من این دوتا خونه رو خاموش میکنم، فقط قسمتی که نوشته drop midi effects here. اولین موردی که وجود داره، شما اینجا میتونید که مثلا فرض کنید افکت های متفاوتی رو ایمپورت کنید. اینجا مثلا میگم یک آرپجیاتور و اینم رینیم بشه تحت عنوان آرپ، و فرضاً یک گزینه دیگه تحت عنوان پیچ. الان وقتی که یک اینسترومنت یا یک سازی رو لود کنیم، برای مثال گراند پیانو خود ایبلتون، دقیقاً میدونیم که اینسترومنت بعد از افکت میدی قرار میگیره. به صورت پیش فرض این آرپجیاتور رو، خب تنظیماتش هم شما میتونید دابل کلیک کنید ببینید که قراره به چه شکلی اجرا بشه. فعلا اینتراک سولو، من یک آکورد گرفتم، یعنی میتونیم حالا حتی ترجیح میدم که اینجا اون نوتش رو بنویسم داشته باشیم. پس در اصل چیزی که داریم میبینیم یک آکورده، ولی آرپجیاتور خب داره اون رو به صورت شکسته، آکورد شکسته اجرا میکنه، نوت های خورد شده، دو میسول دو میسول دو میسول و بر اساس استایلی که اینجا تعریف شده. حالا به موازات همین، شاید ما بخوایم پیچ بیاد همون محدوده رو، یعنی همون سه تا نوت رو همزمان یک اکتاف پایین تر هم برای ما اجرا کنه. من اینو روی منفی 12 نیم پرده میذارم، نیم یک اکتاف پایین تر صدا خواهد داد. میتونم دیوریشنش رو مثلا یه مقداری کمتر در نظر بگیرم و اینو دو بار تکرار کنم که تو هر چرخه بشنویم اینو. حالا اینا همراه هم مثل این میمونه که پیانو یک بار داره آرپجیاتورش اجرا میشه و یک بار هم به صورت آکوردی که یک اکتاف بمتر هست اجرا خواهد شد. حالا مثلا اینجا اگر که بخوایم مثلا دو اکتاف بمتر، یا حتی باز هم باز به موازات همین ما میتونیم فرض کنید که اینجا کورد رو بیاریم، یعنی از همون نوت هایی که نوشته شده مثلا یک اکتاف بالاتر اجرا کنه. یعنی اینجا سه تا افکت داره به صورت موازی کار میکنه. اینا اگر پشت سر هم قرار میگرفت اتفاق متفاوتی رو شاهد بودیم. نهایتاً فقط برای ارزیابی این که دقیقاً چه نوت هایی داره اجرا میشه، من اینجا میتونم این کلیپ رو بیارم در محیط ارنج و یک ریکورد بگیرم. این میدی رو طوری تنظیم کنیم که نوت های در اصل ترک 4 رو دریافت کنه، ریکورد کنه و ما ببینیم که دقیقاً چه نوت هایی داره اجرا میشه. این شد خروجی اون ترکی که دارای سه تا میدی افکت به صورت موازی بود.